در آستان انتخابات رژیم دست به دستگیری‌های گسترده در مناطق مختلف از جمله خوزستان زده و شماری از هموطنانمون در اهواز و ماهشهر رو دستگیر یا احضار کرده. در این رابطه گفتگویی داریم با خانم شیرین نریمان، فعال حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی. خانم نریمان سلام عرض می‌کنم. به عنوان اولین سوال اجازه بدید ازتون بپرسم که آخرین خبرها در مورد این دستگیری‌ها چیه؟ بفرمایید. با سلام به شما و از اینکه به من این فرصت رو دادین. طبق گزارشی که ما تهیه کردیم از تا بین 24 اردیبهشت تا 27 اردیبهشت حدود 26 شهروند اهوازی و ماهشهری دستگیر شدند که البته به این برمیگرده که در روز عید فطر تعدادی از مردم در مقابل منازل خانواده های شهدا جمع شدند، در این حالی که شادی که داشتند، رقص و پایکوبی که داشتند، از شعارهایی هم بر علیه رژیم دادند، من جمله اینکه در مقابل خانه مادر علی تمیمی خانم بدره حمیداوی شرکت کردند که ایشون هم جزء همون 26 دستگیر شده هستن. البته در شهرهای دیگه هم این موج دستگیری ها هستش. در چاهبهار و ایران شهر نیز چند تن از هموطنانمون دستگیر شدن و بسیاری هم تلفنی احضار شدن به حضور پیدا کردن در مکانهای امنیتی رژیم. تا زمان تکمیل این گزارش ما خبر موثقی نداریم که اتهامات این عزیزان، این هموطنان چه بوده و اینکه در کجا نگهداری میشن. بله خانم نریمان، میخواستم ازتون بپرسم در مورد اخباری که گفتی سر این موضوع، به نظر شما چرا رژیم دست به این کارها میزنه و به طور خاص احضار کردن شهروندانمون برای چیه؟ بفهم. اگه در یک کلمه بخوام بگم، انتخابات. همه اینها رو برای این انجام میده چون شدیداً سعی میکنه تحت رخ و وحشت ایجاد کنه برای مخالفین و میخواد که هر طوری شده بتونه این انتخابات رو آرومتر بگذرونه، این لحظات رو بگذرونه. برای همین دست به دستگیری و ایجاد رخ و وحشت برای همه هموطنانمون، به خصوص از اقلیت هامون در اقلیت قومی، و سعی ایجاد میکنه و سعی میکنه که صدای مخالفین رو میخواد خاموش کنه، ولی واقعیت اینه که مردم جوابشون خیلی مشخص هستش از همه گزارش هایی که میگیریم، و اون هم نه به انتخابات هستش. و 100% ایران بستر یک سری قیام های آینده هستش که این همون چیزی هستش که رژیم رو به وحشت میندازه. بله واقعا همینطور که میفرمایید. به نظرتون در مقابل این وحشیگری ها چه کار باید کرد؟ اما اجازه بدید قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنویم، کلیپی تکان دهنده از یکی از مادران شهدای قیام رو با هم ببینیم، بعد شما بفرمایید. ایزاده یکتا به نام ایران. من مادر جاوید نام رضا معظمی بودرزی، یکی از جان باختگان آبان 98 هستم. اینی که اینجا خوابیده پسر منه، همه زندگی من. الان باید پیشم بود، کنارم بود، ولی الان اینجا خوابیده. من به خاطر به ناحق کشته شدن پسرم، فرزند 19 سالم رضا، هرگز رأی نخواهم داد. من دادخواه خونه به ناحق ریخته پسر بیگناهم، پسر رشیدم. دادخواه خونه به ناحق ریخته فرزند 19 سالم هستم، جوونم هستم. بفهم خانم نریمان، واقعا درود برای مادر قهرمان. بله واقعا 42 ساله که مادران ما چشمشون خونبار هستش و فکر میکنم پیام بسیار زیبا همین مادر گفتن. یک بس شدن به جنبش دادخواهی،
و اینکه رأی ندادن. الان ما میبینیم در همه جا مادران دادخواه بدون اینکه از این رژیم وحشتی داشته باشن در همه جا حضور دارن و در همه جا دادخواه خون فرزندانشون و عزیزانشون هستن و این هستش جواب به این رژیم. و من که مطمئن هستم مردم پای صندوق‌های رأی نمیدن. دیروز هم صدای مادر محبوبه رمضانی رو شنیدیم که فریاد میزد من از حق خون بچه‌ام نمیگذرم، با گلوله بچه‌ام از بین بردم و من قاتل بچه‌مو میخوام. این جنبش این الان رژیم به نقطه ای رسیده که از این جنبش نمیتونه فرار کنه. مردم ایران دادخواهی میخوان و من از همه مادران از همه خانواده ها میخوام که اگر عزیزیتون رو از دست دادین در جنبش دادخواهی بپیوندین. از دهه 60 تا 67 تا به الان تا قیام آخر قیام 98 این پاسخ کوبنده مردم ایران به این رژیم ستمگر، فاسد و دیکتاتور هستش. با تشکر از شما خانم نریمان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. گفتگویی بود با خانم شیرین نریمان، فعال حقوق بشر. خدا نگهدارتون.